تراش بالان موشه مراشای لد یعقوب در ادامه قوانین ریبیت. فردی یهودی که شبات رو علنی و آشکارا در مقابل جمع هم در براخه هم هیلول میکنه، چه لحقیس باشه چه اینکه از روی لحجبازی هست با وجود که قوانین اینا رو بلد هست و لجبازی میکنه و سوء نیت داره، چه این که لتاوانه، حالا هر وقتی که منافعش باشه این کار انجام میده و همچنین میگذره از کسی که میگذره از یه میسای از میسوت تورا با دونسته و از روی لجبازی و سوء نیت که رها میکنه مورد مجازی که جلو روش هست و میخوره خوراک آسود، یعنی با وجود که غذای کاشه جلو روش آماده است و بهانه‌ای نداره که اگه نخوره گرسنه نمیمونه میره غذای سور رو میخوره، چنین فردی قانونش مثل قانون گوی هست و مجازه که پول بهش قرض بدن با ریبیت، چون که گفته شده در مورد ایسور ریبیت و ای خواهی ماخ زنده بماند برادر تو با تو، پس استثنا میشه این که این برادری با تو در میسوت نداره. و صد البته که اگر آسه شالوم کافر هست که مجازه که پول بهش قرض مده شریبیت بگیرم، و همینطور اگر رفته تغییر دین داده به دین دیگری که اینم گوی هست برای هم موارد و مجازه که با ریبیت پول بهش قرض بدم، معذالک آسوره که قرض بگیرن از او با ریبیت از این فردی که مرتد هست که با وجود که خطا کرده اسرائیل گناهکار و خطاکار محسوب میشه از این جنبش و ما دستور داریم که لیفنیویل رو تیده میشون، ما نباید اون رو به لغزش اضافه بندازیم، بنابراین آسوره که لغزش بندازم اون رو در گناه ریبیت. و مسئول جماعتی که نیاز پیدا کردن برای اینکه پول قرض بگیرن به خاطر پیقوه نفش نجات جون فردی و هیچ جای دیگه پول پیدا نکردن یا به میزانی که میخوان، مگر نزد اسرائیل راشایی که حاضر فقط پولو با نزول قرض بده، چون مسئول پیقوه نفش مجاز هست که قرض بگیرن با نزول برای سرقه پیقوه نفش، و از اون جنبه که لیفنفه لوتیه میخشد چنین موردی از که اخوان فرمودن حلیته هول راشا یا موت، وقتی که خودش بخواد راه خلاف بره و اینجا بحث نجات جان بود که نجات جان دستورهای دیگه هم رو زیر پا میذاره، میگه آقا بزن اون راهی که خودش میخواد در واقع بخورم به راشا تا تو همون وسیله خودش انتخاب کرده از بین بره. و همونطور که پیدا کردیم در مورد عبدیا حناوی که دوران قحطی بود و به خاطر که خوراکی برسونه به تعمیده خامی، صد نفر تعمیده خامی که پنهار کرده و از دست ایزابل که اونا رو نکشه، مجبور شد و پول قرض گرفت با نزول از یهورام پسر اخاب و میبینیم اونجا هم چون سرخ نیاز پیقوه نفش بود نجات جون و افراد دگنه از گرسنگی میموردن، وعدی نبی این کار انجام داد و کار مجازی محسوب میشه. یهودی که پول قرض گرفته با نزول، نزول که حالت تورایی داره که گفته آقا مثلا چه میدونم اینجا این 100 میلیون بهت میدم 120 ازت میگیرم اینقدر ازت میگیرم بعدا میگیرم که این ریبیت میشه، یعنی بعدا افزایش پیدا میکنه، یا ریبیت یا حالت نشخ هست که پیشاپیش میگه که تو 1 میلیون میخوای تا فلان زمان اینقدر میشه نزولش، پیشاپیش کم میکنه 800 هزار تومن میده که در رضایت خاص اون نزول را ازش کم کرده که بعداً 1 میلیون را ازش بگیره. در هر صورتش که نزول تورایی هست، پس یهودی که قرض گرفته در مورد که نزولی که ایسوره تورایی داره از یه ایسرائیل محل شباد به فارسیا و رسیده زمان بازپرداخت و پرداخته اصل پول رو با نزولش که فکر میکرد که این مطلب مجازه و حالا مشخص شده برای او که وجود دارن بزرگانی که ایراد دارن به این مطلب،
هایقال دینا شه سالی لحظی اصدین است که لازم نیست که برگردونه اون ریبیت رو به اون گفتیم قرض گیرنده که محل شهود فرسی هست، چون که قبلا وصول کرده و دیگه اینکه ماران شور آروخ به صورت ستا هم در مورد هر موماری هر کسی که دونسته فرمان امری یا نه یا سورال زیر پا میگذاره بیان کرده که مجاز که قرض بدن به اون با نزول و در زمره این مسلمن همینطور فردیست که حلول شعباد میکنه علنی و آشکارا در مقابل جمع و اینکه نه از روی بی سوادی و بی اطلاعیش دونسته که قبلا گفتیم قانونش مثل گوی محسوم میشه در این مورد همونطور که نوشته ماران در شونه ها رو خورن همین سیمان 385 صحیف کیمه و در یورده ها سیمان به صحیفه هه و همینطور در خوش میشباد بانو و ما اتکامون بر فتواهای ماران شونه ها رو خست و اگه اینطوره حتی لخطیله همونطور که قبلا گفتیم مجازه که از چنین فردی نزول بگیره. اگر نیاز داشت که پول قرض بگیره از رفیقش آسوره که پیشاپیش یه کادو براش بفرسته یه مهتانای به عنوان هدیه که بعداً بهش پول قرض بده که این از رباران ایسور داره که به عنوان نزول پیشاپیش محسوب میشه. حالا همجوری روال معمول کادوی نمیرسه، الان میاد یه کادوی با ارزش میفرسته، انگشتری میفرسته، سکه میفرسته، بعد میاد میگه آقا اینقدر پول به ما قرض بده. خب معلومه که اون سکه کادوها رو به خاطر چی فرستاده. اینو بهش میگن ریبیت مقدمت. همینطور نگه انسان به رفیقش تو امروز مثلا 10 میلیون به من قرض بده به مدت یه هفته، من هم هفته دیگه 10 میلیون به تو قرض میدم برای یه هفته. یعنی جا به جا میکنیم جایگزین، که این هم محسوب میشه مثل ریبیت. در که حالا اگر حقیقتا طرف نیاز داره که میگه اساتید میگه آدم در توانش بهش کمک بکنه قرض بده، اگر یه موقع اونم لازم شد دیگران مقابله بکنن براش، اما که با شرط بذاره به این شکل ممنوعیت و ایسور داره. ریبیت هایی که ربانانی هست از همین جنبهی که گفتیم کادو که پیشاپیش میفرسته یا پول قرض میگیره اما پول رو بر میگردونه اما هفته بعدش یه کادو با ارزش میفرسته، این هم ریبیت مؤخرت تأخیری هست. با این حال اینا ایسورش از ربانانه. مواردی که ریبیت ربانانی هست مجازه برای پولی که یتیما که دست قیم هست که به خاطر کار زندگی یتیما رو به چرخونه این کار بکنه، یا اگر پول انیم هست صداقاست یا پول ترموتوراست یا نیاز کنیساست یا سوریخ سعودای میسواست، تو چنین مواردی یا هر مورد میسوای دیگه ای میشه به این گونه رفتار کرد که پولای صداقا رو مجازه که قرض بده با ریبیت ربانانی. آسور که قرض بده به صورت ریبیتی که ایسور ممنوعیت از تورا داره حتی برای نیاز صندوق صداقا از اسرائیلی که از که قبلا هم گفتیم از اسرائیلی که محل شهود فرسی هست علنی آشکارا دونسته ایلونشکار میشه ریبیت گرفت، اما نمیشه پول قرض بهش داد با ریبیت، تا که ما دیگه یک گناه اضافه بهش اضافه نمی کنیم. به همین خاطر آسوره که قرض بگیرن با ریبیت، ریبیت طوره برای نیاز صندوق صداقه از ایسرائیل محل شهود فرسی ها و حتی وسیل شالیه هم چنین امری آسوره. ریبیت قصوصا که همون ریبیتیست که آسوره از تورا قابل برگشت هست و وسیله بدین، یعنی اگر کسی مواده پول قرض گرفته 100 میلیون گفت آقا یه ما دسته مثلا 130 میلیون ازت میگیرم، بعدن هم بعد از یه ما رفته 130 میلیون هم داده هم اصل پول رو داده هم ریبیتو و بعد هم اومد در بدین شکایت کرد، این امر توسط بدین جایی که بدین حالا قدرت داره میتونه از چنگمون در بیاره پول ریبیت رو.
اما مواردی که ایسور رعبانانی بوده فقط اینا دیگه قابل بازگشت و اصول بدین نیست، مگر اینکه خود فردی که الان نزول گرفته، حتی نزول رعبانانی میخواد تشوا کنه، میخواد از دین شامعیم هم پاکمون برا بشه، خودش خیابه که برگردونه. در ریبیت هایی مثل ریبیتی که مقدم بوده یا مؤخر بوده، تو موارد حتی نیاز برگردوندن هم نیست. کالایی که به جنسی که یه قیمت مشخص داره، که مثلا اینو میفروشن 100,000 تومان، مجازه که وقتی که مدت دار میفروشه اون رو، بفروشه اون رو 120,000 تومان. به چه شک که به هر کسی که میاد این جنس رو میپرسه یا قیمت این جنس چیه، وقتی که میده تو بازار روال اینه که همه 3 ماه 6 ماه نمیده هرچی میخرن، بگه قیمتش 120,000 تومان. اگر نقدی میخری 20% تخفیف میدی. تخفیف دادن ایسوری که نداره که. اما اگه بگه الان قیمتش 100,000 تومان، اگه 3 ماه میخوای بخری 120,000 تومان، یعنی به خاطر 3 ماه داره 20,000 تومان افزایش میده، یعنی نزول محسوب میشه. هرچند که این دوتا شبیه هم دیگه است، اما بس گفتاره یکیش ایسوره یکیش مجازه. بعضی ایراد میگن که آقا مثلا میان شتاد ایسقا می نویسن، کلا شرعی نیست، به هر حال باز داره سود میگیره. ساده ترین مثالش این است که آقا یه کسی هم که شوهت و میاد حیوان رو شیطان میکنه و یه شرایطی کاردی که بدیقا شده است درست خواد و خلاق محل خاص شیطان میکنه، سر میبره حیوانه مرده. یکی دیگه هم ممکنه آقا با تبر بزنه سر حیوانه جدا میکنه، اونم مرده. هر دوتاش ظاهرا یکیه، اما این کجا اون کجا هم داره، یکیش کاملا مجازه که کاملا ایسوره. اینه که از مشابهت مطالب اینجا ایراد گرفتن نیست، که اگر فرد از ابتدا اعلام میکنه که آقا قیمت این 120,000 تومانه و اگر نقدی بخری الان جرینگی پولشو بدی ما 20% تخفیف میدیم، این قابل قبول هست. اما اگر میگه قیمت 100,000 تومان، حالا اگه میگه خب 3 ماه هم به من میدی، میگه اگه 3 ماه میخوای 120,000 تومان، این حالت نزول گرفتن است و ممنوعیت ایسور داره. این روبن چه یه شروع شتا این بس ادامه داره کار بذارشون فرصت بعدی خدمتون میگه.